من نمیدونم چند نفر از شما اسم سعید کنگرانی به گوشتون خورده. قدیمی‌ترها حتما یادشون میاد. برای جدیدا عرض میکنم که ایشون هنرپیشه خوشتیپ و جوونی بود که در سریال دایجان ناپلئون در نقش سعید، راوی داستان و خواستگار لیلی، کاراکتر جوان این سریال ایفای نقش میکرد. در اینکه این سریال یکی از پربیننده ترین سریال های تاریخ تلویزیون ایرانه تردیدی نیست. در اینکه هنرپیشه های مشهور و ماهری مثل غلام حسین نقشینه، پرویز فنیزاده، نصرت کریمی، پرویز صیاد، پروین ملکوتی، محمد علی کشاورز، جهانگیر فروهر و ده ها هنرپیشه دیگه در این فیلم شرکت داشتن شکی نیست. از صدقه سر همین سریال بود که آقای سعید کنگرانی در چند فیلم نون و آب داره دیگه، از جمله فیلم در امتداد شب که در اون خانم گوگوش به طور برهنه ظاهر میشه شرکت کرد. فیلم در امتداد شب که توسط آقای پرویز صیاد نوشته و کارگردانی شده یکی از مطرح‌ترین فیلم‌های قبل از انقلابه که طبعاً به دلیل وجود صحنه‌های به اصطلاح ممنوعه از جمله عشق‌بازی و برهنگی هنرپیشگان و دست‌اندرکاران این فیلم رو بعد از انقلاب در لیست سیاه قرار داد. خانم گوگوش در بدو ورود خودش به کانادا به گرفتاری خودش در مورد این فیلم و جوابگویی در مورد اون توضیح داد. اینقدر زندانی که من بودم اینقدر کوتاه بود که خجالت میکشم در موردش صحبت بکنم در مقابل این همه انسانی که تو اون مملکت زندان رفتن و اصلا مملکت زندان رفته هاست. من خجالت میکشم اصلا بگم یه ماه زندان بودم. خاطرم نیست حالا، شاید راجب اموالم یا بازجویی‌هایی که نسبت به گذشته میخواستن با من داشته باشن این یک ماه منو نگه داشتن، ولی اصلا روم نمیشه در مقابل کسایی که زندانی کشیدن، اونم با اون وضعیت ها من اصلا صحبتشو بکنم. طبیعیه که هنرپیشه هایی مثل آقای سعید کنگرانی به دلیل شرکت در همین فیلم که به زعم دست‌اندرکاران و فیلمسازان بعد از انقلاب مستهجن لقب گرفته بود محلی از اعراب نداشتن و ناچاراً مجبور به ترک وطن و اسکان در دیار غرب شدن. خودمونی بگم ایرانیان خارج از کشور برای آقای سعید کنگرانی تره هم خورد نکردن و تحویلش نگرفتن و اینشون هم برای گذران زندگی به هر کاری که دم دستش اومد دست زد، تا اینکه به یمن تلویزیون‌های 24 ساعته یهو ایشون به عنوان منتقد فیلم در تلویزیون ظاهر شد و به نقد فیلم‌های سینمایی مشغول شد. چرا که نه، وقتی خانم شهناز تهرانی لقب کارگردان سینما به خودش میده چه دلیلی داره که آقای کنگرانی منتقد فیلم نشه؟ آقای کنگرانی با کمک خانم شهره آقداشلو که در اون زمانها در تئاتر و تلویزیون نقش‌هایی داشته تونست در قطعاتی کوتاه تلویزیون هم ایفای نقش کنه. این هم آبجو تگیری شما؟ خیلی ممنون. تو چرا زن نمیگیری؟ مگه همینطوریه خانم جون؟ مگه ریخته؟ مردم دنبال آدم حسابی میگردن. این روزا تو تهرون دختر خوشگل و نجیب و پولدار دنبال کسی میگرده که یا تو خارج زندگی کنه یا اقلا تو یکی از این کشورهای خارجی مقیم باشه. مردم به من دختر نمیدن که، شوخی نمیکنن. در طول اقامت سعید کنگرانی در آمریکا ایشون در برنامه‌های تلویزیونی به تقدیر از فیلم در امتداد شب پرداخت تا شاید از قبل این تعریف‌ها نقشی هم در نمایشنامه‌های آقای پرویز صیاد که آن روزها نمایشنامه‌های زیادی رو روی صحنه می‌برد داشته باشه. هرچی باشه ایشون در چند صحنه این فیلم با خانم گوگوش عشق‌بازی هم کرده بود و همین تجربه برای بازی در هر فیلمی کافی بود. سلام، از اینکه به برنامه ما خوش آمدید، برنامه پندار، ممنونیم و
واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. دلم میخواد شما خودتون شروع کنید برای بینندگان عزیز. خواهش میکنم اسد جان. با سلام به شما و بینندگان شریف برنامه پندار. منم خیلی خوشحالم که تو برنامه توی نازنین هستم که میدونم که چقدر طرفدار جوون داره. قربان شما. دلم میخواد برگردیم به اون روز و روزگاران قدیم، اون سریال های خاطره انگیز که شما بازی کردید. میتونم بپرسم چه خاطره از این سریال ها دارین؟ بلا برای من که اصلا جا مسلم امروز وقتی برمیگردم به اون سالها و اون روزهای شیرینی که من در واقع با بهترین های سینما و تئاتر ایران همکاری می کردم که در میان اون جمع من جوانترین بودم، البته من و لیلی، مسلم تجربه های شیرینی بوده و زیبایی های مخصوص خودشو داشته و الان مسلم یکی از چیزایی که اذیت میکنه دوری از اون فضا و مکان و اون همکارهای نازنینه که خب باید بگم متاسفانه عده‌ای از اون عزیزان که استادای من محسوب میشدن الان دیگه در جمع ما نیستن و قدر مسلم خاطرات شیرین زیادی دارم. غیر از این کارگردانایی که من نام بردم چه کارگردان دیگه هم هست که من جا شاید انداخته باشم؟ عرض کنم که بله، من با غیر از آقای مهرجویی، آقای حریتاش و آقای تقوی که شما اشاره کردین، با آقای کیمیایی کار کردم، عرض کنم با آقای کاوش کار کردم، با آقای صیاد که در امتداد شب و کارگردانی میکردن فیلمی که حتما مردم عزیز ما ازش خاطره دارن. با خیلی خاطره دارن در صورت بله، مخصوصا با هنرمندی مثل گوگوش که واقعا و چهره شما فکر کنم در این فیلم شما خیلی میتونن یه تیکه از این فیلم، یه خاطره از این فیلم رو بر ما بگین؟ حتما. خب اصل جان برای من خیلی جاذبه داشت در اون تاریخ که با هنرمند عزیزی مثل گوگوش که از یه طرف به خاطر کم سن و سالی من و تجربه قوی و خوبی که گوگوش عزیز داشت جاذبه داشت و هم در واقع یه نوع میدونین چلنج بود برای من سهل. که با سبک و سیاق گوگوش عزیز بتونم کار کنم و واقعا یکی از افتخارات من بود اون فیلم. کار راحتی بود با گوگوش بازی کردن؟ اصلا. اما تلاش سعید کنگرانی برای به دست آوردن دل دستاندارکاران سینما به جایی نرسید و ایشون در سال 2001 یعنی بعد از 15 سال اقامت در آمریکا دوباره به ایران برگشت و موفق شد که در یک فیلم، بله فقط یک فیلم، به نام ازدواج به سبک ایرانی که در سال 2004 ساخته شده بود شرکت کنه. دایی میگفت که مردی شروع با لنزی آبی، چهار شیبید طلایی، دختری را با دو جمله I love you و my love و چند شاخه گل پلاسیده فریب داد و رها کرد و الاخر. و مامانم میگفت میدونی که حاج ابراهیم چقدر از اینا بدش میاد، آخه هرچی نباشه طرف آمریکاییه. به نظر آقا جونم این بود که عمران، شاید من بعد از این حرفا کوتاه میومدم ولی خب دیوید فارسی بلد نبود که بفهمه منظور آقا جونم چیه و اینجوری شد که من بد جوری تو هچل افتادم. حالا حدود 11 سال میشه که آقای کنگرانی در هیچ فیلم، نمایشنامه و حتی برنامه تلویزیونی هم ظاهر نشده. اما چند روز قبل ناگهان خبرگزاری فارس به نقل از ماهنامه عصر اندیشه یک مصاحبه طولانی رو از آقای کنگرانی چاپ کرد که مثل بمب در جامعه ایرانیان خارج از کشور منفجر شد. اینکه آقای کنگرانی میدون رو خالی دیده و لاتالاتی رو تحویل خلق داده بمونه، اینکه تلویزیون‌های خارج از کشور شروع به فرضیه سازی در مورد انگیزه انتشار این به اصطلاح افشاگری‌ها کردند و این اعترافات رو با فشار نیروهای امنیتی دونستن هم به کنار. آدمی که دیگه مهره سوخته هنری چه اعتباری برای جامعه هنری داره، چه برسه به نیروهای امنیتی. اما چند نکته جالب در این مصاحبه هست که توجه به اون خالی از لطف نیست. آقای کنگرانی که در خارج از کشور به تعریف و تمجید از فیلم در امتداد شب پرداخته بود، در این مصاحبه اون رو توطئه بهمن فرمان آرا تهیه کننده این فیلم علیه خودش لقب داده و اون رو برای خودش دار مکافات خونده. ایشون خانم شهره آقداشلو رو عامل اعتیاد و قمارباز شدن خودش ذکر کرده و گفته که حیله زنها برای معتاد کردن مردها این بوده که
در موهای خودشون مواد مخدر می‌ریختن و مردها با بو کردن موهای اونها معتاد می‌شدن. پس بیچاره آقای بنی‌صدر راست می‌گفت که از موهای زنها اشعه ساطع میشه که مردان رو حالی به حالی می‌کنه. اینم از اون لاتعالات کلیشه‌ایه که همه معتادها در مورد دلیل اعتیاد خودشون به کار می‌برن. ایشون مدعی شده که مأمورین امنیتی به زور ایشون رو به پارتی‌های مخصوص درباری که به وسیله خانم اشرف پهلوی برگزار می‌شدن می‌بردن. چرا به زور؟ یعنی اگه از ایشون دعوت می‌شد نمی‌رفت؟ من کاری به فساد در سینمای قبل از انقلاب ندارم. دلیلی برای موافقت یا مخالفت با حرفای ایشون هم ندارم، چون هرگز تجربه‌ای در سینما نداشتم. حالا اینکه یه دختر هنرپیشه برای طی پله‌های ترقی به چه کارایی باید تن در بده، ادعاییه که آقای کنگرانی برای اثباتش هیچ مدرکی ارائه نکرده. اما سوال اینه که حالا چرا؟ چرا این افشاگری ها درست بعد از انقلاب نشد؟ اصلا ارزش این افشاگری ها در زمانی که صدای هیچ کدوم از متهمین در این نشریه منعکس نخواهد شد چیه؟ سوال من از آقای کنگرانی اینه که روش معتاد کردن زنها در سینمای سابق چی بود؟